بهرام رادان، هنرپیشه خوش قیافه و خفن کشورمون، یکی از اون افراد تاثیرگذار در عرصه هنره. مطمئنن آثار زیادی رو از این هنرمند تماشا کردید. ولی آیا درباره‌اش همه چیز رو میدونید؟ ۳۶۹ عزیز سلام و خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم به نکات جالبی درباره زندگی بهرام رادان بپردازیم. پس حتما تا پایان این ویدیو با من همراه باشید و لطفاً ویدیو رو لایک و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و با این کارتون از ما برای تولید محتوای جذاب حمایت کنید. راست یادتون باشه که با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدید و جذاب ما مطلع خواهید شد. بریم سراغ این نکات جالب و البته کمتر شنیده شده از بهرام رادان. اولین نکته مربوط به ازدواج و همسر بهرام رادانه. بهرام رادان تا کنون ازدواج نکرده و مجرده. چندی پیشون با انتشار یک عکس در کنار یک خانم در صفحه اینستاگرامش خبر عروسیش رو داد. اما این خبر واقعیت نداشت و دروغ 13 بود. این عکس در واقع مربوط به حضور اون در یک فیلم آمریکاییه. مادرش میگه ازش دلخور هستیم و دوست داریم که زودتر ازدواج کنه تا ما هم بچه‌هاش رو ببینیم. ولی هنوز قانع نشده. رادان در پاسخ به این دلخوری میگه فعلا برنامه‌ای برای رفع این دلخوری ندارم. شاید کمی رازیانه دم کرده موجب التیام موقت این دلخوری بشه. درباره کافه بهرام رادان چیزی میدونید؟ کافه ویونا که زنجیری از زنجیره کافه های ویونا در ایرانه، قهوه سوئیسی است رو به خوردتون میده. و البته دکور تقریبا ثابتی هم میونه این کافه با کافه های ویونای دیگه وجود داره. یعنی اگه روزی گذرتون به یکی از این ویوناها افتاد، انگار بقیهشون رو هم رفتید. مسئول یکی از شعبه های ویونا به ما میگه که رادان از سهامداران کافه های زنجیره ویوناست. اما ویونای مرکزی اون رو تنها صاحب چند تا ویونا میدونه. چیزی که دربارش اتفاق نظر بیشتری هست، کافه 45 نفره در پاسدارانه که اغلب میگن یکی مال شخص خود بهرام رادانه و اینکه کشیدن سیگار در این مکان ممنوعه. بریم سراغ نکته سوممون که درباره مدلینگه. به گفته خود رادان، اولین برندی که بهش پیشنهاد مدلینگ و تبلیغات داده LG بوده. اونها قرارداد بستن و البته گفته شده که رقم قرارداد هم خوب بوده. بعد هم با نیمایی کار انجام داده و بعد یک شرکت امور مخابراتی تا اینکه مدتی تبلیغات ممنوع شده. جالبه بدونید که بهرام رادان در حال حاضر مدل تبلیغاتی برند چرم مشهده. یکی از نکات مهم درباره هر هنرپیشه‌ای شروع فعالیت بازیگریشه. رادان در این زمینه گفته که خیلی از آدم ها بعد از سربازی دنبال کار میگردن و من هم یکی از اونها بودم که بین آگهی های روزنامه دنبال یک شغل مناسب میگشتم. چشمم که به آگهی کلاس های بازیگری هیوا فیلم خورد، گوشی رو برداشتم و بعد هم سر از کلاس درآوردم. و یک هفته از کلاس نگذشته بود که فرم انتخاب بازیگری یک فیلم سینمایی رو پر کردم. در کلاس ثریا قاسمی فیلمنامه شورش در سال 1379 به من داده شد که روی نقش کیان تمرکز کنم. نقشی که فکر میکردم یکی دوتا دیالوگ بیشتر نداشته باشه. غافل از اینکه یکی از دوتا نقش اصلی فیلم بود. هیچ میدونستید که بهرام رادان طرفدار دو آتیشه استقلاله؟ بهرام رادان به شدت فوتبالیه و اگه فرصت گیر بیاره با رفیقاش فوتبال بازی میکنه. و البته اون یک استقلالی دو آتیش است. هر جایی که صحبت از فوتبال و استقلال و پرسپولیس باشه، اون سینه چاک از استقلال طرفداری میکنه. یه نکته جالب دیگه درباره بهرام رادان حمل مشعل بازی های المپیک 2018. کمپانی سامسونگ در سال 2017 که اسپانسر بازی های المپیک بود، از بهرام رادان درخواست کرد تا مشعل بازی های المپیک زمستانی در سال 2018 رو حمل بکنه. اون با این درخواست موافقت کرد و در این مورد گفت که حمل مشعل حس خیلی خوبی رو براش به ارمغان آورده. یه نکته جالب دیگه درباره بهرام رادان حمایت اون از همجنسگرایانه.
رادان در صفحه توییتر خودش قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در کنگره آمریکا رو به اندازه لغو بردهداری یک رویداد تاریخی قلمداد کرد. اما بعد از چند روز طی فشارهای امنیتی موجود، احضاریه‌ها و چاپ مداوم مطالب بر علیه اون در روزنامه کیهان مجبور به نوشتن نامه خطاب به مدیر مسئول روزنامه کیهان شد و البته توییت خودش رو هم حذف کرد. بریم سراغ شهرت بهرام رادان. بازی بهرام رادان در دومین فیلم خودش به نام آواز قو در سال 79 بعد از گشایش های سیاسی اصلاحات حسابی به چشم اومد و اون رو نامزد کسب جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد کرد. سپس بازی در فیلم موفقی به نام شمعی در باد به کارگردانی پوران درخشنده در سال 82 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد رو براش برمقان آورد. اما مطمئنن بهترین و موندگارترین نقش اون در فیلم سنتوری به کارگردانی داریوش مهرجویی در سال 85 بود. نقش علی سنتوری سالهای سال رادان رو در حافظه تاریخی سینمای ایران ثبت کرد. اما شاید دوست داشته باشید درباره خانواده و زندگی خانوادگی بهرام رادان هم اطلاعاتی به دست بیارید. جالبه بدونید که اون دوتا خواهر و یک برادر داره و خودش فرزند آخر خانواده است. مادرش خونه داره و پدرش سرهنگ بازنشسته قبل از انقلابه. جالبه بدونید که پدر اون اصالتاً اهل اصفهانه. مادر بهرام رادان در واکنش به سؤال غذای مورد علاقه پسرش گفت کلن دستپخت من رو دوست داره. البته همه دستپخت مامانشون رو دوست دارن. بهرام رادان هم مثل همه. بهرام همه یه غذاهای خوشمزه رو دوست داره ولی مثلا قرمه سبزی رو بدون لوبیا ترجیح میده. اما به عنوان آخرین نکته اجازه بدید از زبون بهرام رادان درباره تحصیلش در کانادا و فیلمسازی هم بشنویم. اون گفته مدتی که کانادا بودم 6 ماه متد اکتینگ آکادمیک خوندم. به خصوص در تئاتر با یادگیری شیوه های حفظ دیالوگ به زبان انگلیسی. این مسئله مثل یک سد در زندگیم بود. میخواستم این سد رو بشکنم و فکر میکنم که شکستم. بعد از اون یک فیلم مستند به نام رویای شهر در کانادا ساختم. اما حالا نوبت به شما رسیده. امیدوارم که از این ویدیو حسابی لذت برده باشید و حتما لایکش کنید. توی بخش کامنت ها برامون بنویسید که کدوم یکی از آثار این هنرمند مورد علاقه شماست. راستی اگه این ویدیو رو دوست داشتید پیشنهاد میکنم ویدیوی دیگه ما با عنوان لیلا حاتمی به جمع سلبریتی های تبلیغاتی پیوست رو هم حتما تماشا کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه بدرود.